یعنی کند، برید. بچهش از شیر دادن شطره کند، دیگه به بچهش شیر نمیده. آی فاطمه های دنیا، یعنی این، یعنی وقتی که شطوری به بچهش دیگه شیر نمیده، یا بتونه سر پستوناشون زنا نمیدونم یه چیزا چرخ میزنن که بچه تا بخوره دیگه کنده بشه نخوره، اون وقتی که بچهش از شیر خوردن میگیره شطور، بهش میگن فاطمتون، فهیه فاطمتون، یعنی از شیر گرفته شطور، بچه شطوره. یه معنی اسم فاطمه المردکه الدنگ شارلاتان علی شریعتی دو ساعت صحبت کرده از مریکو رو و زنهای دنیا میگه، از فاطمه نمیگه کی بود چی بود. وقت شما میذارن روز مادر، میان برای منم میفرستن که آقا روز تولد، روز زن مبارک باد، روز مادر فاطمه زهرا. فاطمه چی؟ اینقدر زنهای بزرگ آزاده تو تاریخ داری از قدیم تا الان، این شهبانو، شهبانوی عزیز من، این زنی که مثل شیر. میگه من به عقب نگاه نمی کنم، من به جلو نگاه می کنم، به فردا و فردای روشن، آزادی میهن. چقدر زج کشید این فرح پهلوی شهبانوی عزیز من، زن نمونه ایرانی اینه، این همه زج کشیده هنوز مثل شیر قامتش بلند راه میره. برای چی؟ برای که تو یاد بگیری، تو یاد بگیری زن ایرانی. فرح از همون اول شهبانو این گونه بود. روزی که من خردسال بودم، 9-10 سال داشتم، شایدم 5-6 سال، آمد مشهد، گفتن رفته جوزامخانه، کوی طلاب. ما میترسیدیم از کوچش، از خیابونش میترسیدیم عبور کنیم. جوزامخانه اینجا، جوزامیان اینجا. رفت توی جوزامخانه، همونجا من گفتم این کیه، این کیه؟ برای همینی که من همیشه عاشقش بودم، فرح رو، شهبانو رو، در مقاطع حساس مطرح کردم و گفتم که شهبانوی عزیز ما رو رهبر آزادی بخش هست و میکنیم رهبر آزادی بخش. کسی که خودش میگه، خودش میگه، شهبانوی عزیزم میگه، کاری کرده بودن که تو خیابون عینک میزد، اینه کسی نشنست اینا رو، این هرمزاده کمونیست و مونمیست و مارکسیست و پارکسیست و تبلیغات اون سالا. من یادم همینجا، من مادرش روانش شد، فریده خانم دیبا، فروشگاه گندم نزدیک خونش بود، میرفت خرید میکرد میومد، من بعض وقتی میرفتم خرید میدیرم، این توضیح اومده بودم از من اینجا، من خیلی باش رفیق شده بودم با فریده خانم، خیلی رفیق شده بودم اون موقع، با هم صحبت میکردیم، تو را میگفت با خدا جای نگی که من فریده دیبا هستم ها. بودم چرا؟ میگفت فحش ما میدن، اذیتمون میکنن. خود شعبانی همینو میگه. ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر هم مثلا نامه مینوشتن اسم فامیلشون رو نمینوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه میدیدن، چون پیاده رو عوض میکردن که با اونا برخورد نکنن، اینقدر میترسیدن. از درود دارم به پرنسس منیژه عزیزم، پرنسس منیژه درود دارم، همسر شاهپور غلامرضا پهلوی، پرنس پهلوی شادروان. پرنس پهلوی میگفت که من با اسم مستعار با یک اسم دیگه اینجا رفت آمد میکنم، چون مردم خیلی نامرده، ما را اذیت میکنن. اون سالا یادم، درود برا من اینجا خانم ازیر، یعنی بگم واقعا تو دلمه، یکی 2-3 سال بود من اومده بودم اینجا، ولی رادیو را انداخته بودیم، رادیو محکم و قوی، همه گوش میکردن، یه رستوران کوچیکی هم بود اونجا اون موقع، سال 1985-1986 ما رفت بودیم رستوران با خانواده نشسته بودیم، بعد خب به من محبت داشتن، ما یه شامپاین هم آورد، پول ما موقع تازه خب چیز بودی، گفتیم شامپاین باید 400-500 یورو فرانک میشه، گفتم آقا ما شامپاین نخواستیم اونجا داره، گفت نه آقای فلانی دادن، یک اسمی گفت که اسم غلامرضا پهلوی نبود. یا برگشتم میگار کردم دیدم میزی که میگه شاهپور غلامرضا پهلویه، گفتم ایشون، گفت گفتم ایشون تو مگه نمیشناسی؟ من بعد نیستم کیه، چون پرنس شاه زاده است غلامرضا پهلوی شاه، گفت چرا، ولی ایشون خودشون میگن اسمشون رو نگیم.
پاشو دفتم سر میز ازش سپاسگزاری کردم، گفتم میشه رو یه جوری میگه، گفت آره جان تو ما قضیه مال که 1980 چه میدونم 7-8 اینا بود. و طاهر عزیزم الان هست، طاهر اونجا تنبک میزد، طاهر هنوزم تنبک میزنه تو جت ست، طاهر عزیزم با برادرش و اینا. آره و اینجوری بودش، ولی ما تلاش کردم، خرسندم به اطلاعاتون برسونم که بزرگترین تلاش ها رو من کردم، ببینید بعد از اینکه جریان لیلای عزیزم پیش اومد و اینها که من حسرت خوردم که چندی پیش از کشته شدنش پاریس بود صحبت ها باز مثل شاپور شاهزاده علیرضا پهلوی و اینها و خون، هرچند خونش به زمین نریخت و جور دیگه کشتنش، ولی من میگم خون لیلا، خون علیرضا ققنوس پهلوی را آورد بالا و من خرسندم که نقش مهمی در این زمینه داشتم، زنده کردن نام رضا شاه در ایران، کتاب هایی که چاپ شد دوستان ما در ایران کردن، ما در خارج پخش کردیم، در داخل پخش شد، نام رضا شاه از رضا خان ممنوع بود، نام رضا شاه در ایران زنده شد از 30 سال پیش. مهر شما مردم پاک و آزاده آریایی ایرانی و شما، مطمئن هستم که به زودی اینها رو به زباله‌دان تاریخ میبرید. از همه شما سپاسگزارم، دستان گرمتون رو میفشارم، از برادرم مهندس امیر شجره بسیار سپاسگزار هستم، تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار. یک پیامی من به تو دارم، کشاورز شیراز، خدا لعنتت کنه، انشالله به خاک سیاه بشینی، خدا لعنتت کنه، ای تو روحت روحانی، ای یکیر، ای تو دماغ او جهانگیری آشغال، بیا ای دوتاش، من اومدم این هندونه الان کشتم یه گویی گیرم بیاد، الان پول اجارهش از کجا بدم؟ بابا تو آدمی رحم نداری، ای تو روحت لاری جانی، بیا اینم به افتخار او ظریف نامرد بی همه چیز دنیا پرست، ای خدا لعنتتون کنه. من الان با این چیکار کنم؟ من الان لون با زن و بچه‌م کجا در بیارم بدم؟ خدا لعنتتون کنه با این دولتتون، هیچ که نی به فکر ما باشه، ما میریزیم توی کشور غارت میکنیم، ای خدا لعنتتون کنه. خسته شدم به خدا، دیگه تحمل ندارم، نمیخوام توی کشور باشم، نمیخوام زنده باشم، کیه به داد من برسه؟ همین روحانی، خدا لعنتت کنه، ای خدا لعنتتون کنه. یا بگید یا سگ صاحب میشه کلین ساعت من، کی میخوره اینا رو؟ بیا بگو روحانه بیا بشه ایجا بخور زهرمار کن تا به شاید به ایجا برسی، نامرد.
سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی.